میدونستی یه زمین اگه داشته باشی یه روزه میتونن بهت ویلای پیش ساخته تحویل بدن؟ بله، از یه روز تا 2 الی 3 ماه انواع ویلاهای پیش ساخته رو میتونن به شما تحویل بدن که ویلاهای پیش ساخته نوعای مختلفی داره، روزای مختلفی داره، با نقشه دلخواه شما بهتون تحویل میدن. با ما همراه باشین، لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خب سلام، چندین ویلای پیش ساخته وجود داره که همتون واسهتون سوال شده که آقا ما ویلای پیش ساخته میخوایم، کدومش بهتره، کدومش بصرفه تره، چه فرقی اینا با هم دیگه میکنه و اصلا آیا ویلای پیش ساخته خوب هست یا نیست. امروز قال همه این قضیه ها رو با هم دیگه میکنیم. خب ویلای پیش ساخته، از اونجایی که ویلا سازی هزینهش خیلی زیاده و شما زمانی که میخوای ویلا بسازی، زمانی که خونت مثلا یه شهر کلان شهره، اصولا میری یه ویلای خارج از تهران هم، مثلا تهران دارم مثال میزنم، یا اگه اصفهان هستی خارج از اصفهان و کلان شهر هستی خارج از اون شهر تهیه میکنین، چرا که توی آخر هفته یا تعطیلاتتون بتونین اوقات خوبی رو توی اون ویلا داشته باشین. ولی خیلی وقتا دیده شده که کسی که میخواد یه ویلا بسازه خیلی سختش میشه، میگه آقا من میاد مثلا زرنگ بازی در بیاره، میگه خب من یه ویلا خودم میسازم که هزینه هاش کمتر در بیاد، عوضش یه ویلایی هم هست که دلخواه خودمه، نرم یه ویلایی بخرم که ندونم چه جوری ساخته شده و غیره. مخصوصا مهندسا خیلی به این قضیه اعتقاد دارن. ولی خب آقا کار شما یه چیز دیگه است. شما بخوای بیای توی ویلا سازی، حتی اگه مهندس باشی، شما مثلا پیمانکار یه چیز دیگه ای هستی توی تهران، وقتی بری توی حیطه ویلا سازی توی شهر دیگه از کار خودت میافتی. اینا رو همه رو باید در جریانش باشی. توی این رفت و آمدها ممکنه اذیت بشی، وقت خیلی زیادی ازت میبره، آخرش هم میگی نه من یه پیمانکار خوب میذارم اونجا بسازه، هم دزدی میشه ازت، هم دوباره اون چیزی که دلخواهت باشه نمیشه و فرقی با اینکه یه ویلای دیگه بخری در آخر هم نداره. حداقل ویلای دیگه‌ای که داری می‌خری یه دونه پول بهت اعلام می‌کنن، تخفیف می‌گیری، میری سر معامله. ولی اینجوری هی پولاتو ازت می‌گیرن و نمی‌دونی که به کجا داره میره، اصلا داره می‌سازه نمی‌سازه، چه متریالی داره استفاده میشه، دزدی میشه یا نمیشه، که به وفور هم همش توی پروژه دیده شده. من خودم هم می‌خواستم یه جایی با چند تا از دوستان پول گذاشتیم که ویلا بسازیم، همین اتفاق برامون به شدت و به طرز وحشتناک افتاد. تازه ما هر روزم میرفتیم سر میزدیم. پس توصیه میشه که ویلا خودتون خارج از تهران، خارج از شهرتون نسازین. اگه توی شهرتونه هر روز به این سر بزنین و کارتون باشه ویلا سازی. توی قسمت قبل گفته بودیم که اگه یه کاری دارین، تخصصی دارین، مثلا اگه پیمانکاره آرماتوربندی هستین، سعی کنین توی پیمانکاری فورجینگ وارد نشین، چون میتونین که توی اون پیمانکاری خودتون هم تبلیغات کنین، هم بهترین باشین، هم خودتون رو به بقیه معرفی کنین. ولی اگه چند تا کار داشته باشین از تخصص خارج میشه، میگن اون شخص همه کار انجام میده پس متخصص نیست. شما وقتی یه کارو انجام بدین هزینه هاتون میاد پایین و با هزینه بهتر، کار بیشتر، با کیفیت‌تر میتونین انجام بدین. پس ویلا سازی اگه کارتون نیست نرین سمتش. خب آقا چی کار کنیم؟ 1. ویلاهای پیش ساخته. 2. خرید ویلا. 3. دیگه یه نفر خیلی امن بود، فامیلتون بود، درجه 1 بود، میشناختینش و کارش این بود، بهش بسپرین. خب ما راجع به اون کارش و اون که بخوایم بخریم صحبتی نداریم که بکنیم، میریم سراغ ویلاهای پیش ساخته. ویلاهای پیش ساخته چند مدل هستن که الان توی ایران رایجن. اولین مدلش ویلاهای LSFه که طوری که من تحقیقات کردم و دیدم رایج‌ترین ویلاهاست. ویلای LSF چیه؟ ویلای LSF خیلی عامیانه بخوام بهتون توضیح بدم، اگه کانال کولر رو دیده باشین، از یه سری ورق گالوانیزه ساخته شده. ویلای LSF هم دقیقاً به همین طریق اسمش ویلای LSFه که هم قیمتش خیلی مناسبه، هم 2 ماهه یه واحد 100 متری رو بهتون کلیدش رو تحویل میدن با تمام امکانات. تا 4 طبقه قابلیت ساخت داره، تا 8 ریشتر و بیشتر هم مقاوم در برابر زلزله است. هیچ محدودیتی توی نقشه و طرحتون ندارین، توی نماتون ندارین،
کاملا هم عایق صوت و حرارت میشه چون بین این دیوارا عایق پشم سنگ قرار میگیره. LSF همه دیوارهاش از یه سری ستونهای این برقهای گالوانیزه به ابعاد مشخص تشکیل شده که حالا داریم میبینین توی تصویر، و دیگه پس ستون بزرگتری ندارین، همه دیوارا خودش ستونه، همه دیوارا باربره، تا 4 طبقه میتونین بسازین. بین این ستون ها عایق پشم سنگه که حالا همونطور که توی ویدیو دیدین از این عایقا استفاده میکنن به خاطر گرما، سرما و حتی صوت که بگیره. عایق پشم سنگ هیچ ضرری هم نداره، حتی میتونین حالا اگه میخواییم ویلاتون رو تکون ندین و همونجا بمونه، بهترش اینه که از فوم بتون استفاده کنین، همون بتون سبک شده است که توی کفسازی هم ازش استفاده میکنن، ولی یه مقدار هزینهش بیشتر میشه، باید قالب بندی کنین، ولی پشم سنگ خیلی راحته. روی این پشم سنگ هم داخلیشو، دیوارای داخلیشو میتونین به راحتی کناف کنین، کناف با پیچ به راحتی میره داخل سازه که مثل کناف سقف و کناف همه جا. توضیحات بیشتر بخوام بهتون بدم، نماشو هر چیز سباکی میتونین بکنین، فقط باید به صورت خشک چینی کار کنین و اجرای خشک داشته باشین، ملاتی نمیتونین کار کنین. حالا از انواع سنگ که پیشنهاد نمیشه اصلا سنگ کار نکنین، سعی کنین که ترمو وود کار کنین، ترمو پلاست کار کنین، نماهای سباک مثل بهینا نما که قبلا بهتون معرفی کردم توی پیجم هست کار کنین. به ویلای خوبیه، یه خورده گرما سرماش بیشتره، یه خورده کیفیت ساخت حد 20% همه اینایی که به شما میگم به نظر من پایین تر میاد زمانی که خب گرما سرما و عایقاش درست نیست. با این حال که میتونین عایقای بهتری کار کنین، به جای اینکه یه لایه پشم سنگ کار کنین دو لایه کار کنین یا همون فوم بتون رو کار کنین، باز کیفیتش دست خودتونه. قیمتی بخوام بهتون بگم، به نظر من توی ویلاسازی به صرفه تر در میاد، چون شما هزینه تمام شده تون رو امروز حساب کنین توی ویلاسازی تا 9 ماه 10 ماه یک سال دیگه قطعاً 40% 50% توی این 5-6 سالی که من دارم کار میکنم هر سال تورم داشتیم و این تورمه به شما میخوره. اگه 10 میلیون تومان متری برآورد کرده باشیم به 15 میلیون تومان آخر پروژه میگیره، میانگینش هم 13-14 میلیون میشه که 10 میلیون ساخت وجود نداره، به طور مثال من به شما گفتم، ولی اون یه قیمت خاص به شما میگن، مثلا میگن آقا 12 میلیون 11 میلیون که اولش انگار 10% 15% پایین تر از ساخت معمولیه، ولی همزمان کنار شما یکی ویلای شما رو با همون نقشه بسازه هم یک سال دیرتر تحویل میگیره، همین که متریالاش گرونتره، همین که باید زمان بیشتری بذاره برای ساخت و نظارت اون پروژه ویلا. ولی توی LSF خیلی راحت تره، ساخت و نظارت همه چی شما قرارداد میکنید، توی قرارداد میاد چه پنجره‌ای، چه متریالی، چه کفی، چه سقفی، و همونو شما میرین تحویل میگیرین، نهایتا 2-3 بارم میرین به اون سازتون سر میزنین. سوالی وسط مونده، مقاومتشون در مقابل زلزله چجوریه؟ آفرین، زلزله یه چیزیه که به نظر من پوان این که همه ویلاهای پیش ساخته داره زلزلش. حالا من یه خورده بخوام بزرگتر بهتون توضیح بدم، LSF هم میتونن تو کارخونه بسازن، هم میتونن سر پروژه شما بسازن، که سر پروژهتون بسازن بهتر هم هست، تو کارخونه هم هزینه حمل و نقلتون خیلی زیاد میشه، همین که بالاخره تو حمل و نقل یه مقدار آسیب پذیری هم به اون سازتون وارد میشه، که البته هیچ چیزو کامل نمیسازن، مثلا تا یه جایی تا کناف و ایناشو میان سر پروژهتون انجام میدن، ولی همون ویلا رو عایقاش و سیمکشیش و اینا رو انجام میدن، همون سازه و اسکلتشو تو کارخونهشون انجام میدن میارن سر پروژه، که بازم پیشنهاد میکنم نکنیم این کارو. ولی کن که خب شما ببینید که ویلایی که قابل حمل و نقله تو همون حمل و نقل جوابشو پس میده دیگه. همه ویلاهای پیش ساخته در مقابل زلزله مقاومتشون به مراتب خیلی بیشتر از ویلاهای معمولی میتونه باشه. بعد اینا پروانه میخواد، آب و برق و اینا بهشون LSF مجوزاشو داره، آب و برق هم میتونه بگیره، این سازه معمولیه، جلوتر توضیح میدم که هومزود که شرکتی که این سازه ها رو میسازه دقیقا مثل سازه های کانکسیه، با فلز ساخته میشه و اون
مجوز نمیخواد ولی شهرداری هم میاد بهتون میگه جابجا کنیم ویلاتونو، اون حالا از الاسف یه خورده جابجا کردنش راحت تر هم هست چون اسکلتش فلزیه، روی این فلز میان سوار میکنن، ستون و اینا هم همه چی داره و همش رو تو کارخونهشون میسازن میارن اونجا و سر پروژهتون اصلا نمیسازن. من پرسجویی که کردم و در مقابل زلزله میگم همشون مقاومه. جواز و اینا حالا در آخر بهتون توضیح میدم که کدوماش میخواد کدوماش نمیخواد. همینو بدونید که LSF جواز دقیقا این همه سازهای پیش ساخته این ساختمون معمولیه به جز همون همزود که یه ساختمون این شکلی میاره که اونم میتونین برین جواز بگیرین و ولی این مثلا تبلیغاتشون این شکلیه که آقا جواز لازم نیست برین بگیرین، اگه کسی بهتون گیر داد میتونین ویلاتون رو جابجا کنین، ولی همش قابل گرفتن جواز. خب میریم سراغ ویلاهای بعدی. چوب دوست داری یا بتون؟ چوب. ویلاهای چوبی تو ایران اصلا طرفدار نداره، سازهای چوبی تو همه دنیا ترنده، مخصوصا آمریکا و کانادا. کانادا جای سردش البته کمتر، ولی خیلی سریه، خیلی سبکه. قطعات چوبی پیش ساخته همه دنیا الان امروز که دارم با شما صحبت میکنم، 5 سال پیش نه، امروز که دارم صحبت میکنم اومده پازلی، هر کسی میتونه ویلای خودشو اینجوری مثل پازل دقیقا قطعاتش این پازل، فقط چوبی، پازل بچگیامون فقط چوبی، پازل میگم همین لگو و اینا دونه دونه میره تو هم دیگه. حالا اگه تونستی عکسشو پیدا کن اسم بذار حتما و یه ویلا میشه. حالا الان ترندش این شکلی شده، قبلا همین ویلاهای چوبی که تو ایران بود و ولی تو ایران طرفدار نداره به خاطر اینکه حالا بیشتر ویلا توی شمال یا جنوب میسازن، یه خورده شهرجیه، چوب خیلی دوست ندارن، موریانه هست، نگهداری از چوبو خیلی بلد نیستن و ایرانی پسند نیست. ولی ویلاهای چوبی خیلی خوشگل میتونه باشه، خیلی توش گرمه، خود ویلا خیلی گرمه، جذابه، ولی یه سری نگهداری میخواد حتما که باید یاد بگیرین. سریع ساخته میشه، هزینه‌ش هم نسبت به LSF تقریبا برابره، یه خورده گرونتره البته ولی واقعا خوشگلتر هم هست، یعنی شما یه ویلای تمام چوب داری. حالا LSF و چوبی رو من گفتم، کدوم تو دوست داری احسان؟ به نظرم LSF واسه بفهم ایرانی پسند نیست. سعی کنین اگه میخواین خودتون دوست دارین ویلای چوبی رو استفاده کنین، ولی اگه میخواین حالا بفروشین اون ویلاتون رو یه روزی، بدونی که خیلی سخت مشتری پیدا میشه، باید یکی مثل خودتون پیدا شه که اونجا رو بخره. و آسپیک بتون، ویلای پیساخته بتونی شنیده بودی؟ نه. آفرین، پیجو دنبال نمی کنی بخاطر اینکه دنبال نمی کنی. ما 2-3 سال پیش معرفی کردیم قطعات و یونیت های بتونی مکعبی که اینا رو فیلماشو حتما به من بگو که بفرستم واسه بذاری. توی کارخونه میسازن، دقیقا چه شکلی فکر کنیم که دقیقا این شکلی میتونه باشه، یه خوره دراستر، 4 طرفشو داره، 2 طرف این ور و این ور رو نداره، یه دونه مکعب این شکلیه، مکعب مستطیل البته، ابعادش رو الان استانداردی که درست میکردن دقیق یادم نیست ولی 12 بود فکر میکنم طولش در 3 هر یونیتش، که این یونیت ها رو میتونستین این طرفش هم بگین نسازه، یه 3 طرف این شکلی بسازه که اینا رو به هم وصلش کنین چند تا، ولی حد اکثر میتونست 2 تا به هم وصلش دیگه، یعنی یه خورده شما دستتون بسته است تو طراحیاتون، براتون بیشتر از مثلا یه عددی نمیتونه باشه. حالا یونیت ها رو اینوری هم میتونین بذارین ولی حد اکثرش مثلا 24 متر که برای 24 متر البته برای کافیه، مگر اینکه بیاین بگین آقا یه تیکش رو مثلا میخوام شیشه کار کنم سقفمو که تلفیقی هم کار کردن و اجرا کردن. بتونیه، دقیقا این اسکلت بتونی، خیلی خوشگل میشه، من یه ویلا دادم بهشون طراحی کردن و بی‌نظیر شد، نمونه کارهای خودشون هم خیلی خوشگل بود، خیلی سریع اونا مثلا حدود 2 ماهه تحویل میدن، یه جای 120 متری رو بهتون 2 ماهه تحویل میدن، تا 3 طبقه یا 4 طبقه هم فکر میکنم که بتونین بسازین و
من دوبلکسش رو دیدم نمونه کاراشون، ولی بتون توشم یه مقدار مثلا عایق هست، عایقش به نظرم بهتر از LSF بود، خوشگلتر از LSF بود. این که بتونیه باز ایرانی پسندتره. من خودم خیلی ترجیح میدادم که یه ویلای این شکلی داشته باشم. یه سری محدودیت های ریز داره، ولی مثلا یکی از محدودیت های دیگه این بود که مثلا پیچ یا میخ تو دیوار نمیتونستیم بکنیم چون بتونه و جزء سازه است و سازتون نمیتونی فرو کنیم. من یعنی که بخواین اکسپوز باشه، البته اگه بخواین اکسپوز باشه این کار نمیتونین بکنین. من اینکه داخلش رو بخواین کناف کنین که باید بکنین، شما نمیتونین توی محیط بتونی زندگی کنین. من اینکه خیلی دیگه فول مینیمال و فول بخواین اون ویلاتون مدرن سبکای صنعتی باشه و سبکای اکسپوز که خیلی دوست دارن، ولی ویلاهای معمول تر اینه که حداقل مثلا اتاقاش کناف باشه که میتونین به راحتی میخ تو دیواراتون بزنین. و این هم یه سبک خیلی جذابه. سبک آخرم که توضیح دادم همون وسط ها، یه سبکی که ویلای فلزیو میان قشنگ کامل توی کارخونه میسازن، عایقاش هم میکنن، عایقاش هم پشم سنگ، دقیقا مثل LSF میمونه تقریبا، ولی ستون داره و ویلای فلزیه. اسمش هومزوده، یه خونه پیش ساخته است که 45 روزه 100 مترشو بهتون تحویل میدن. اسکلتش فولادیه، قابل جابجایی هم هست. هیچ محدودیتی توی اجرای نقشه‌های ساختمونی و متریال‌های نما و داخلتون ندارین. اینجا روف گاردن هم کار کردن. واحد رو به صورت فول امکانات بهتون تحویل میدن. 15% ساختش از ساخت بنایی ارزون‌تر در میاد. این واحد 30 متری هم 15 روزه ساختن. بله، ویلای آخرم همونطور که گفتم فلزیو دقیقاً میارن. توضیحاتشو قبلا بهتون گفتم. حالا احسان، جز این 4 تا ویلا، فولادی، بتونی، چوبی و LSF، انتخابت کدومه؟ به نظرم باز LSF بهتره. LSF بهتره. من بتونیه رو عکسش رو برات نشون میدم. بی نظیره. خیلی خوشگل میشه. دقیقا کرو میشه، خیلی خوشگل میشه. عکسش رو میذارم که ببینین و حالا شما تصمیم بگیرین که به نظرتون کدوم بهتره. بخوام علاوه بر سرعت بگم هم بهتون، تقریبا همشون سرعتشون یکیه. آها، یه ویلای دیگه هم داریم، من اینو یادم رفته بود بهتون بگم. دقیقا سازه شبیه سازه LSFه، به جای عایق از یونولیت استفاده میکنن و این ویلا رو بهتون یه روزه تحویل میدن که کلیپشو میذارم همین الان ببینین. بکن یه ویلای یه طبقه بخوای بسازی، یه روزه تا این مرحله ویلا رو بهت تحویل بدن. سیستم سازه این ویلا SDFه که 30% هم از سیستم سنتی ویلا سازی ارزونتر براتون تموم میشه. این یه سیستم نیمه پیش ساخته است، ولی زمانی که اسم پیش ساخته میاد توی ذهنمون یاد کانکس میفتیم. ولی اینجا محدودیت توی معماری نداره و همونطور که میبینین دهنهاش خیلی بزرگه و نازوکاریتون رو به هر طریقی که دوست دارین میتونین اجرا کنین. پشتش سیمان خورده، خیلی خیلی هم مقاومه. سقف اینجا بتون ریزی شده، هم میتونین به صورت فلت اجرا کنین هم به صورت شیروانی و خیلی هم مستحکم و مقاومه. یعنی میتونین به عنوان روف گاردن هم از اینجا استفاده کنین و روف گاردنش کنین. که این کلیپ رو دیدین، یه ویلای خیلی خوشگل میتونین که یه روزه تحویل بگیرین ازشون. فقط یه دونه سقفیتونن بزنن، حتی اکثر هم دوبلکس باشه، ولی یه روزه میاد فراپنل، شرکت فراپنل، حالا توی هیچ کدوم این شرکت نگفتیم، ولی فراپنل چون ادعاش میشه توی این قضیه میاد و تحویل میده. ولی کیفیت ساختش از اون چارتای دیگه به مراتب خیلی به نظر من پایین تره. ولی شما میتونین یه روزه هم صاحب ویلا بشین، یه روزه نقشاتون رو طراحی میکنن، کارشو میکنن و میان. مقاومتش خیلی بالاست، چون دقیقا دیوارهای فراپنل من تستش هم گرفتم، با پتکم زدم، سازش هم سازه LSFه،
ولی سرعت کارشون واقعا خوبه، به زمین هم متصل میشه، درجا توی پروژهتون هم ساخته میشه، از یه روز ساخته میشه، چوبیا یه مقدار زمانش بیشتر از همشونه، بتونی هم هر طبقهش شما در نظر بگیرین که 45 روز اینا فقط بتونش خوش شدن و آب دادن بتونه اینا طول میکشه، بتونه چون جنسش واقعا بتونه. LSF سرعتش باز بهتر از بتونی و چوبیه. فلزی هم دیدین دیگه، اسکلت فلزی هم سرعتش زیاده، تقریبا هر 100 مترش 40 روزه 30 تا 40 روزه 45 روزه بهتون تحویل میدن. باز اگه سوالی داشتین واسمون بنویسین، اگه شما باشین از این 4-5 تا مورد کدوم انتخاب میکنین حتما برامون تو کامنت ها بنویسین.